بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ابتدا این روز پرمیمنت و باشکوه را به همه افغانها و مخصوصا به مؤسسین و فعالین انجمن کاتب تبریک عرض می کنم و امیدوار هستم که در سایه فعالیت ها و تلاش های جوانان و عزیزان و نیروهای فعال فرهنگی و اجتماعی ما شاهد درخشش نسل مهاجر در جامعه دانمارک باشیم. حقیقتا ایجاد چنین انجمنهایی اگر در صورتی که با تدابیر درست و با شیوه های دقیق عمل اجتماعی و فرهنگی انجام دهند، طبعا می توانند برای جامعه مهاجر نقش مؤثر داشته باشد در جهت تطبیق اونها یا پروسه انطباق اونها با جامعه مقیم. من امیدوار هستم که انشاءالله این انجمن هم بتواند در کنار سایر انجمن ها و اتحادیه های مختلف که از سوی جامعه افغان ها در دنمارک که یک بخش بزرگی از کتله افغان ها در اینجا زندگی می کند میتواند نقش مؤثر اجتماعی و فرهنگی خیش را در آینده نچندان دور ایفا بکند. اونطوری که شما هم در اساسنامه ها مطالعه فرمودید، یکی از اهداف این انجمن پروسه انتگراسیون و انتگریشن یا به تعبیر فارسی پروسه انطباق هست. طبعا پروسه انطباق یک بحث بسیار جدی فرهنگی و اجتماعی در جوامع غربی هست، جوامعی که با موج از مهاجرت ها روبرو شده و با کتله های مختلف و متنوع مهاجر درگیر هست و از طرف دولت ها می خواهد که این جوامع و این اقوام در درون جوامع مقیم حل شود و در واقع نیروهای فعال اجتماعی باشه. از اون طرف در برخی از موارد و بلکه در بسیار از موارد ما میبینیم که متاسفانه جوامع مهاجری که از اون طرف مرزها میان در اروپا با فرهنگ جدید، با ارزش‌های جدید و با نمونه الگوهای اجتماعی جدید مواجه میشه، طبعا دچار یک شوک فرهنگی میشه. به هر حال این بحث ها بحث های بسیار مهمی هست که باید انجمن های چنین مثل انجمن کاتب و سایر انجمن های افغانی که در اینجا هستند و فعال هستند باید به صورت دقیق مورد توجه قرار بدن این موضوع را. فکر میکنیم که در بحث پروسه انطباق یا انتگراسیون اگر به صورت دقیق انجام شود ما چند فایده را داریم. اولین فایدهش این است که جامعه مهاجر یا نسل های مهاجری که در اینجا در کشورهای مقیم آمدن دچار آسایش روحی میشه، آسایش روانی میشه. یک فرد مهاجری که از یک فرهنگ بیگانه میاد در یک فرهنگ جدید در واقع با یک سدی از ارزش ها مواجه میشه و در واقع با ارزش های جدید و با تمدن جدید با الگوهای اجتماعی جدید مواجه میشه که کاملا متفاوت و حتی متضاد هست در بعضی موارد با ارزش‌های پذیرفته شده قبلیش. بنابراین یکی از آثار این تضاد و تصادم می‌تواند ایجاد پریشانی‌های روحی روانی در جامعه مهاجر باشد، چیزی که ما امروز بسیار گسترده مخصوصاً در بین نسل‌هایی که بین سنین 30 تا 60 70 هست مواجه هستیم. یک موجی از افسردگی
در بین که نامش رو میگذاریم دپریشن، در بین نیروهای مهاجر و کتله‌های مهاجر دیده میشه. دومین تأثیر پروسه انطباق یا انتگریشن به نظر من آسایش اقتصادی هست، به این معنی که اگر مهاجرین چی زن چی مرد چی جوان وارد بازار کار شوند و در فعالیت‌های اقتصادی نقش بگیرند، طبعا هم برای جامعه مقیم مفید هست از نظر اقتصادی، یعنی در تولیدات اقتصادی نقش مهمی میتوانند داشته باشند، در دادن اسکات و مالیات و بازدهی اقتصادی اون جامعه مقیم میتوانند نقش مؤثر داشته باشند، و از طرف دیگر نقش مستقیمی دیگرش در بازدهی و بازپروری و ارتقای سطح زندگی جامعه مهاجر تبلور پیدا میکنه. شما فرض کنید که یک زن و شوهر در یک خانواده اگر یک نفر کار بکند، طبعا سطح درآمد بسیار پایین هست و نرم زندگی اقتصادی هم در همون سطح باقی میمانه. اگر زن و شوهر با هم کار بکند، طبعا درآمد بالا میره و سطح رفاه زندگیش بالا میره، توانایی اقتصادیش بالا میره، هم در اینجا میتواند زندگی راحت برای خودش فراهم بکنه و هم از قبل این توانایی اقتصادی میتواند در داخل افغانستان در پروژه های مختلف سهم بگیره، برای بستگانش خدمت بکنه و کار بکنه و کمک کنه. رشد اجتماعی و ذهنی از دیگر پیامدهای پدیده انتگریشن هست. جامعه مهاجری که وارد جامعه مقیم میشه و با جامعه مهاجر در تعامل میشه، با جامعه مقیم در تعامل میشه، طبعا از ارزش‌های اون بهره میبره و در ذهن و ضمیرش و در روابط اجتماعیش با آموزه‌های جدید مواجه میشه، با ارزش‌های جدید مواجه میشه و میتواند این ارزش‌ها برای رشد ذهنی و پرورش فکری مهاجرین خیلی نقش مؤثری داشته باشه. تأثیر دیگه‌ای که به نظر من میتواند خیلی مورد توجه واقع شود، نظم و سازمان در درون خانواده ها هست. یعنی یک جامعه مهاجر، یک خانواده مهاجر را شما در نظر بگیرید که وارد فرض کن دانمارک میشه، اگر این خانواده با ارزش های اون جامعه در تعامل باشه، برخی از ارزش های اجتماعی اون را بپذیره و برخی از ارزش های اون را مورد تحلیل و دقت قرار بده، با دید باز و آگاهانه با این ارزش ها و الگوهای اجتماعی برخورد بکنه، این جامعه، این خانواده خیلی راحت در درون خانواده میتواند در درون به اصطلاح روابط خانوادگی هم دچار اختلال و آشوب زدگی نشود. شما میدانید که بعداً خواهیم پرداخت، نسل جوان یعنی کودکان بین یک سالگی یا کودکانی که در اینجا متولد میشه تا سنین 15 که در اینجا پرورش پیدا میکنه، با ارزش های این جامعه وقف پیدا میکنه، این کودکان در واقع اگر خانواده، پدر مادر با ارزش های فرهنگی و الگوهای اجتماعی جامعه مثلا دانمارک به درستی برخورد نکنه، نشناسه این فرهنگ را، برخی از ارزش‌های اون را به رسمیت قبول نکنه، بین خانواده دچار مشکلات ایجاد میشه. یعنی بین فرزندانی که با فرهنگ جامعه دانمارک کلان شده و رشد و پرورش پیدا کرده و آموخته‌ها و ذهنیت‌هایی که ما به عنوان پدر مادر از فرهنگ به نام افغانی داریم، این در تعارض میشه. بچه ای که میبینه دچار تعارض میشه با داشته های ذهنی که در بیرون، در مدرسه، در کودکستان، در
محیط اجتماعی در بیان همبازی‌ها و همسالان خودش ارزش‌های دیگه‌ای هست، نرم‌های دیگه‌ای هست. وقتی میاد در داخل خانواده می‌بینه که پدر مادرش رو مجبور می‌کنه مثلا به تندیهی یا اعمال و تبعیت از ارزش‌هایی که ما بهش می‌گیم ارزش‌های افغانی یا فرهنگ افغانی، این بچه دچار تعارض میشه. اینه که اختلاف و اختلال در بین خانواده‌ها ایجاد میشه. اگر جامعه مهاجر و خانواده مهاجر به این موضوع به دقت توجه بکنن، این مشکل رفع میشه و یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای رشد و پرورش اجتماعی و نظم و امنیت در درون خانواده ها. خب طبعا پیامد دیگه‌ای که میتواند پروسه انتگراسیون یا انطباق پذیری داشته باشه، در واقع نگاه شفاف و روشن و برنامه دقیق برای آینده خواهد. ما میدانیم که بسیار از ماهایی که از اون طرف میاییم خود موقتی فرض میکنیم، اغلب مخصوصا نیروهایی که حالا بین 30 به بالا هست، از سنین 30 به بالا، اینها خود را موقتی فرض میکنه. همیشه یک حس نستالوژی که با داشته ها و ارزش های گذشته خود احساس میکنه و این حس همیشه در واقع به عنوان یک خلجان ذهنی و روانی برای این فرد مستمر هست و همین حس نمیگذارد که این جامعه، این فرد زبان یاد بگیره، با ارزش های جامعه مقیم آشنا شود و با فرهنگ، حقوق شهروندی و بسیار از ارزش‌هایی که حتی مثبت است، مثلا برابری زن و مرد، مسئله کار، آموزش، احترام به کودکان، حقوق کودکان، اینا ارزش‌های بسیار مثبتی است که ما در جامعه غربی، از جمله در همین جامعه دانمارک که از کشورهای پیشرفته است، داریم. اگر خانواده‌ها با این ارزش‌ها خو نگیره، خود منطبق نکنه، این ارزش ها را نشناسه، این فرد دچار اختلال میشه، یعنی دچار نوسان روحی و ذهنی میشه. همیست که مسئله دپرشن به وجود میاد. خب اصلا پروسه انطباق چی هست؟ شاید این تصور در بین خیلی از مهاجر موجود داشته باشه که اگر دولت دانمارک مثلا مسئله انتگریسیون را مطرح میکنه، میخواهد مثلا فرض کن که دین ما را عوض بکنه، ما را غربی بکنه، ما را دانمارکی بکنه، بچه های ما را از راه بدر بکنه و خانواده های ما را از هم بپاشانه. به نظر من این پیشداوری و این پیشفرض ذهنی یک تصور بسیار اشتباهی هست. پروسه انطباق به نظر من روند جذب، تعامل و همکاری با ارزش‌های جامعه مقیم هست. اگر ما انتگراسیون را چنین تصور بکنیم، یعنی اینکه ما مثلا از قوانین دانمارک شناخت دقیق داشته باشیم، حقوق شهروندی خود را بشناسیم. ما یک در دانمارک زندگی می‌کنیم، ما یک در نروژ زندگی می‌کنیم، ما یک در سویدن زندگی می‌کنیم یا در سایر کشورها، ما وقتی اقامت بگیریم سیتیزن میشیم اینجا. وقتی سیتیزن شدیم مثل یک دانمارکی، مثل یک نروژی، از حقوق مساوی بسیاری از خانواده ها، بسیاری از ماها به دلیل اینکه زبان نمیدانیم از این حقوق بهره مند نیستیم، از این امتیازات بهره ور نمیشیم. شناخت فرهنگ و ارزش های جامعه مقیم مثلا دانمارک، نروژ، سوئد برای ما خیلی مهم است. مایی که به عنوان شهروند، من فکر کردم که الان اختار میدین که بس است، مایی که به عنوان شهروند در این جامعه زندگی میکنیم، باید با ارزش ها و فرهنگ این جامعه آشنا باشیم و احترام بگذاریم. خیلی مهم است. مقیم که وارد میشیم خود موقتی فرض میکنیم و دائم فهم در پاکستان، در اونجا برای خود خانه بسازیم، زندگی بسازیم،
با وجود اینکه دلبستگی های ناگزیری در اینجا داریم، با وجود اینکه از نظر عملی اصلا برای ما امکان پذیر نیست که مثلا امتیازات اینجا را رها بکنیم و بریم در افغانستان، در ایران، در پاکستان به اون شرایط داب سامان اجتماعی در اونجا زندگی کنیم، اما از نظر ذهنی همیشه خود را قانع میکنیم، اشباع میکنیم، یک نوع اشباعی دروغین. با وجودی که در اینجا دلبستگی داریم، اما همیشه این فریبکاری ذهنی در ما رخ نداره که ما متعلق به اونجا هستیم. چیزی خیلی به نظر من البته شاید خوشایند نباشه برای بعضی ها، این است که ما همیشه برای یک توهم و تصور افتخارات زندگی میکنیم. مثلا توهم فرهنگ افغانی، افتخارات افغانی. این توهم ما را مانع میشه که از ارزش های پیرامونی خود یک نگاهی وارونه داشته باشیم. همیشه ما را مانع میشه که ما مثلا فرهنگی، فرض کن دانمارکی را، فرهنگ و زبان نروژی را، فرهنگ و زبان سویدنی را همیشه سخیفتر از فرهنگ خود و پایینتر از فرهنگ خود تصور بکنیم. این به نظر ما یک توهم هست. حالا درست است ما چیزی به نام ارزش های منفرد افغانی داریم، اما به دلیل تعدد قومی در افغانستان متاسفانه، به دلیل اینکه در افغانستان یک حاکمیت منثبت و مسلط وجود نداشته، چیزی به نام فرهنگی ملی هم ما نداریم واقعا. خب حالا یک بحث بسیار کلانی هست که در اینجا پیش میاد که اصلا فرهنگ ملی چی است، عناصر فرهنگ ملی چی است، مبانی فرهنگ ملی چی است، که جای بحث نیست در اینجا. ما یک سری ارزش های منفرد داریم در فرهنگ ما، مثلا چیزی به نام احترام به والدین بسیار چیز مثبتی هست، احترام به بزرگان چیزی بسیار مثبتی هست، گرامی داشته اموات و درگذشته ها چیزی بسیار مثبتی هست، یا حتی مثلا برخی از مواردی مثل مهمان نوازی، اینا ارزش های منفرد هست، نه به عنوان یک فرهنگ ملی. چیزی که ما مثلا در دنمارک داریم، فرض کن فرهنگ ملی در اینجا احترام به حقوق بشر هست، احترام به فرد انسانی هست، آزادی های مدنی و احترام به زن، آزادی زن، احترام به کودک، چیزی که ما در فرهنگ خود متاسفانه نداریم. کودک در شأن ما و در فرهنگ ما، اگر فرهنگش بنامیم، یک چیزی به اصطلاح اضافی هست، یک چیزی ناکاملی هست. شما در مجالس عمومی که میبینین، مثلا مجلس کلانی که پدرها و مادرها نشسته هست، یک بچه مثلا 12 ساله 13 ساله اگر بیاید در اون جلسه شرکت کنه، با تشر و با خشونت اون بچه را از جلسه بیرون میکنه. تو بچه هستی، تو هیچی نمیفهمی، برو بازی کن. یا مثلا کتک زدن، رفتارهای خشونت آمیز، در نظر نگرفتن نیازهای عاطفی و نیازهای اجتماعی و حتی نیازهای مادی کودک، اینا چیزهاییست که ما متاسفانه ازش غافل هستیم. و همین مسائل باعث میشه که ما در آینده مثلا 15 سال بعد که بچه های ما جوانتر میشه، دچار یک خلأ و یک مشکل شویم. من بسیار از خانواده رو میشناسم که متاسفانه با بچه هاشون دقیق نمیتونه ارتباط کلامی برقرار بکنن، حالا ارتباط عاطفی و ارتباط اجتماعی که بگذاری انطباق یا انتگریشن به این معنی است که شما با ارزش های جامعه مقیم آشنا شوین و اونها را احترام بگذارین و برخ از اونها را حتی جذب بکنید و در خودتون درونی بکنید. آشنایی با حقوق، با حقوق شهروندی، چیزی خودتون نفع میبرین. حق یک شهروند چی هست در جامعه دنمارک؟ ما نمیدانیم، به دلیل ندانستن زبان و به دلیل سهلنگاری بسیار از ما نمیدانیم واقعا حق ما چی هست. و نظم و دسپلین، ببینید چیزی که مثلا امروز ما اینجا شاهد بودیم، برنامه سر ساعت 5 باید اجرا میشد،
اما ساعت 6:30 اجرا شد. کسانی که دعوت شده بودن که سر ساعت 5 بیاید ساعت 7 میاد. این اصلا در فرهنگ ما نهادمند شده و نهاده نشده. یکی از مواردی مهمی که جامعه غربی را از نظر تمدنی، از نظر فکری، از نظر ذهنی و از نظر فرهنگی رشد داده و مرحله تکامل رسانده، همین در واقع در نظر گرفتن هنجارهای سلسله وار هست. یکی از این هنجارها نظم پذیری هست. چیزی که به هر حال اینا چیزایی هست که مخالف فرهنگ ما نیست، مخالف فطریات ما نیست، مخالف دین ما نیست، مخالف مذهب ما نیست. چیزی که ما تصور میکنیم وقتی ما میگیم انتگراسیون، انتگراسیون، بسیار از ما تصور داریم که یعنی که مذهب ما را عوض بکنیم، بریم مثل یک دانمارکی. چون نه، اصلا انتگراسیون این نیست. انتگراسیون این است که شما با حق خودت آشنا شوی و حق جامعه دانمارکی هم محترم بشماری، ارزش های خوب اینا را جذب بکن و به ارزش های بدش حتی احترام بگذار. چیزی که اینها دارن، اینا اگر به حجاب ما احترام میگذاره، اینا اگر به مذهب ما تا حدود احترام میگذاره، اگر به انسانیت ما احترام میذاره، خب حداقل ما هم به بحث برخی ارزش هایی که در اینجا هست احترام بگذاریم. انتگراسیون یعنی تعامل و حتی یکی از مواردش به نظر من نشان دادن یا تعامل فرهنگ خود با اینها هست. شما اگر معلم هستی، اگر دانش آموز هستی، اگر دانشجو هستی، اگر نویسنده هستی و اگر هنرمند هستی، باید ارزش های خود رو برای اینا بفهمانی. ما الان مثلا دو تا دانمارکی اینجا داریم، شاید از حرفای ما چیز نفهمه، ولی ما اگر به زبانی مثلا دانمارکی به اینا چیزهایی بگم و از برخی ارزش هایی که ما در درونی فرهنگ خود داریم برای اینا توضیح بکنم، به حال اینا آشنا میشه و همین راهی است برای داد و ستد فرهنگی و تعامل ارزشی بین ما، تعامل اجتماعی بین ما. انتگراسیون و انتگریشن چنین روندی هست. خب خیلی از حقوق دیگه ای که ما داریم اما متاسفانه از اون بهره مند نمیتوانیم شویم، به دلیل سهل‌انگاری ما و به دلیل یک سری پیش‌داوری های ذهنی که ما داریم. خب من اگر نمیفهم چقدر وقت دارم، امیدوارم که بحثا خسته کننده نباشه، فقط چند دقیقه سعی میکنم که بحث را جمع بکنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. من اتفاقا بسیار خوشحال هستم که چهرهای بسیار درخشانی امروز ما اینجا داریم و مایه افتخار ما هست. نویسنده بسیار محترم و عالی قدر و شناخته شده ما در حوزه ادبیات فارسی، نه در افغانستان، جناب آقای سلطان‌زاده اینجا تشریف دارن که از افتخارات جامعه افغانستان هست. متعلق به هیچ قومی نیست، متعلق به کتله نیست، متعلق به افغانستان هست. در حوزه ادبیات فارسی آقای سلطان‌زاده شناخته شده است و مایه افتخار ما. هنرمند بزرگ دیگه ما که افتخار کل جامعه افغانستان است، جناب آقای سرخوش، و نویسنده و شاعر بسیار با استعداد و خوشکلام ما جناب آقای میران و برخی از دوستان دیگر، جناب انجنیر عارف، از دوستان فرهنگی فعال ما و بسیار از بزرگانی که من اینجا میبینم مایه شادمانی ما است. و به همین خاطر سعی کردم برخی از دوستان منور که اینجا تشریف دارن، متاسفانه ما توفیق و افتخار آشنایی قبلی رو با اینا نداشتیم، به هر حال احساس میکنم که به همین خاطر این بحث ها رو اینجا مطرح بکنیم و فرصتی هست، گرچه من نمیخوام روزخوانی بکنم یا به هر حال از فرصتی که به وجود آمده سوء استفاده بکنم، اما احساس کردم که چون این مجموعه و این انجمن کاتب، یکی از اهداف، چون که ما در اساسنامه خواندم، یکی از اهدافش تعقیب پروسه انتگراسیون انتگریشن هست، به این خاطر لازم دانستم که این بحث اینجا مطرح شه. خب پروسه انتگراسیون اما در درون جامعه ما چه اوضاع احوالی داره؟ گرچه خب
روند مهاجرت از افغانستان در درون کشورهای اروپایی روند جوانی هست. یعنی ما عمدتاً از سال 2002 به بعد سیلی از مهاجرین را در اروپا شاهد هستیم که الحمدلله به شکل مجموعه ها و جامعه های کوچک در دانمارک، در نروژ، در سوئد، در فنلاند و در خیلی جای دیگر هست و این غنیمت بسیار بزرگی هست. حالا درست است ما خانه زندگی و بسیار از تعلقات ذهنی و عاطفی خود را اونجا دست دادیم، اما یک فرصت جدید برای خانواده های ما، برای نسل جوان ما، برای زنان مردان ما به وجود آمد که بتواند از این فرصت استفاده بکند در جهت پرورش اجتماعی و بهره‌مندی های فرهنگی و اقتصادی که در جوامع غربی وجود دارد. من فکر میکنم که پروسه انتگریشن در درون جامعه مهاجر ما در دانمارک، در سوئد، در کل اروپا شامل 3 تا نسل میشه و بسیار مختصر سعی میکنم توضیح بدم. این نسل، نسل اول یعنی از گروه سنی 30 به بالا هست. ما پروسه انطباق را در 3 کاتگوری تقسیم میکنیم: یک انطباق فعال یا اکتیو، انطباق نیمه فعال و انطباق پسیو یعنی غیر فعال. نسل اول ما که از گروه سنی 30 به بالا هست متاسفانه دچار انطباق غیر فعال هست، یعنی پسیو. این انطباق غیر فعال چنان که عرض کردم ریشه در تربیت اجتماعی ما و شخصیت روحی روانی ما داره که در اون طرف شکل گرفته و عامل اصلی که حالا عرض کردم که این نسل از اون رنج میبره موقتی فرض کردن خود در جامعه مقیم هست. ما همیشه خود موقتی فرض میکنیم در اینجا. همیست که وقتی خود موقتی فرض میکنیم بیمیل و بیرغبت به ارزش های این جامعه میشیم. میگیم فردا میرم جای ما اونجاست، جایگاه ما اونجاست، سرزمین اونجا ماست، میادگاه ما اونجاست، قبله ما، خورشید ما اونجاست. درست است، اما شمایی که اینجا آمدین با عنوان شهروند این جامعه زندگی میکنین، از امتیازات اقتصادی، ارزش های فرهنگی، امکانات وسیع آموزشی و تعلیمی که اینجا وجود داره باید استفاده بکنیم برای خود ما، برای نسل ما، برای پرورش آینده ما. ریشه این بی‌علاقگی به نظر ما ندانستن زبان هست. ما از سن 30 به بالا که میرسیم پروسه یادگیری از نظر علمی بسیار مشکل میشه برای انسان ها، اصولا پروسه یادگیری. وقتی زبان را یاد نگیریم با جامعه ارتباط برقرار نمیتونیم، فرصت های شغلی برای خود دست پا نمیتونیم و از حقوق و امتیازات شهروندی خود که حق مسلم ما در جامعه دانمارک هست بهره مند نمیتونیم شویم و عامل این خود ما هستیم. شما اگر زبان یاد بگیری میتوانی در بازار کار فرصت شغلی برای خودت ایجاد بکنی، میتوانی کتاب بخونی، میتوانی روزنامه بخونی، میتوانی با یک دانمارکی دوست شوی، ارتباط برقرار کنی، با یک خانواده دانمارکی یا نروژی ارتباط برقرار کنی، از ارزش های درونی خانواده یونها آگاهی پیدا بکنی و همین زمینه ارتباطات یا تعامل متقابل را فراهم میکنه. یکی از دلایلی که مسئله راسیسم در اروپا داره تقویت میشه نه مسئله مذهبی است، حالا اون جای خودش باقیه، بحث جداگانه است، اما به نظر من از نظر جامعه شناسی تا حدودی که ما حالا به عنوان یک دانشجو جامعه شناسی مطالعه کردیم فکر میکنیم یکی از دلایل این در واقع همون پیشداوری های ذهنی ما هم هست. ما مثلا این پیشداوری رو داریم که این جامعه جامعه فاسدیه، این جامعه جامعه ملعونیه، این جامعه جامعه مثلا
لامذهبیه، این جامعه نسل ما رو فاسد میکنه، این فرهنگ فرهنگ سخیفه، چون پیش‌داوری های ذهنی ما داریم و با همین پیش‌داوری های ذهنی با جامعه مقیم نمیتوانیم ارتباط برقرار بکنیم. وقتی که این ارتباط برقرار نشد، ما بسیار مثال های زیادی داریم، حالا بحث درازدامن میشه. مثلا شما در نظر بگیرین جامعه سومالی را. این جامعه سومالی مثلا ما در اصول زندگی میکنیم، یک کتله نسبتا بزرگی شده، حالا در درون شهر اصولو شما میرین یک خیابانی هست، وسط روز ساعت 12 روز اونجا بری 20 تا 30 تا 40 تا جوان مسن و میانسال سومالی رو میبینی که راه را داخل خیابان بند آورده، با صدای کریه و فریاد کنان با همدیگر بحث و گفتگو میکنن، به حدی که مثلا یک نروژی اگر از اینجا وارد شد احساس میکنه که اینا داره دعوا کرده، مثلا میترسه. اصلا این جامعه احترام به ارزش های جامعه نروژ نمیگذاره، سعی نمیکنه برو کار بکنه و اصلا برایش اهمیت نداره که مثلا زنش در بنده. خب مسجد درست میکنه، اون مسجد مرکز خلاف هست، مرکز پخش مواد مخدر هست، مرکز اشاعه تروریسم هست تا. خب شما حساب بکنید مثلا یک جامعه، یک نروژی همچی تصوری را که از یک مهاجر یک مسلمان میبینه، چی تصویری در ذهن از او برآغشته و برافشفته میشه؟ خب خانخواه طبعا مسئله راسیسم، دوری گزینی، حداقلش به صورت ملایم‌تر دوری گزینی از جامعه مهاجر پیش میاد، ترس از جامعه مهاجر پیش میاد. شما در اسلو 98% از فاحشه‌های غیر مجاز خارجی هست و 99% از فروشندگان مواد مخدر هم خارجی هست، آفریقا خانواده مؤثر هست. یعنی سلسله وار عوارض فرهنگی اجتماعی را هم در درون خانواده و هم در بیرون جامعه فراهم می سازه. بیهودگی عارضه دیگری که برای نسل غیر منطبق پیش میاد بیهودگی، احساس بیهودگی است. من مثلا در افغانستان فرض کن که استاد دانشگاه بودیم، اما اینجا آمدیم خب یک سوسیال خوری بیکار هستم، هیچ کس به ما احترام نمیذاره، هیچ کس به ما توجهی نداره، جامعه هم مرا نمیشناسه. این خود به خود افسردگی و نوع حسی بیهودگی رو برای من با وجود میاره و این بسیار عارضه خطرناکی برای اغلب نیروهای ما هست، مخصوصا نیروهایی که حالا در افغانستان مثلا وزیر بوده، قماندان بوده، نمفهم دگروال بوده، نمیدونم استاد دانشگاه بوده، محصل بوده، انجینیر بوده و بسیار هزاران از این عناوین ما داریم که اینا وقتی وارد جامعه نمیشه چون حس بیهودگی برایشون عارض میشه. خب مشکلات خانوادگی از دیگر مواردی است که قبلا هم عرض کردم و بازم میخوایم تأکید بکنم و فشار و به اصطلاح روش پافشاری بکنم. مشکلات خانوادگی هست، یک شخص افسرده در درون خانواده نامتعادل هست، رفتارهای دیگران را نمیپذیره، ارتباط با همسرش نمیتونه برقرار بکنه، با همون ذهنیت افغانی مرد سالاری که مثلا از افغانستان با خودش حمل کرده در اینجا، با همون ذهنیت با خانوادهش، با فرزندش، با خانمش، با اطرافیانش برخورد میکنه و این در واقع خانواده خب در درون جامعه غربی زندگی میکنه، میبینه خیلی از ارزش ها را میبینه، خیلی از روابط را میبینه، خیلی از مسائل حقوقی را که در جامعه در درون جامعه وجود داره، خیلی از منابع وجود داره که از این میتونه حمایت بکنه. بنابراین این یک نوع بحران خانوادگی به وجود میاره. نسل دوم که از 15 تا 30 سالگی را شامل میشه، اینا میشه گفت که در موارد، البته نه در 100%، در موارد خیلی زیادی انطباق غیر فعال را داره
مخصوصاً جوانای ما که در اینجا وارد میشه. این جوانا یک تصویر بسیار نمادین و خشک و بسیار بسیار سطحی از ارزش‌های اینجا داره. فکر میکنه که آزادی یعنی مثلا به دیسکوتک رفتن. حالا دیسکوتک رفتن حق یک جوان هست، باید بره. آزادی یعنی ارتباط آزاد جنسی مثلا. حد اکثر تصور این جوان از آزادی ها و ارزش های اینجا چون این تصوری هست، چون این برداشتی هست. آزادی یا ارزش های غربی، غربی شدن، دانمارکی شدن، نروژی شدن، سوئدی شدن، یعنی که مثلا شلوار پاره پاره بپوشن. این حقش است، باید مد را رعایت بکنه. ما نکوهش بکنیم، باید بکنه. اما این جوان میتواند از تحصیل، حق تحصیل خودش بهره‌مند شود. حق شهروندی که این جامعه، این دولت برای او فراهم کرده، تحصیلات هست، رشد ذهنی هست، مطالعه هست و ارتقای ظرفیت فکری و اجتماعی و فرهنگی هست. اما متاسفانه اغلب جوانای ما تا اونجایی که ما تحقیق داشتیم و مشاهده عینی داشتیم از این امتیازات بهره مند نیست. این است که اینها با انطباق غیر فعال مواجه هستند. خب نسل سوم ما، خب البته عوارضی که در این نسل نوعا ما میبینیم چند مورد هست به شکل بسیار گسترده. یکی گریز ناخودآگاه از فرهنگ خودش، از جامعه خودش هست. فکر میکنم مثلا افغانی بودن یعنی ننگ، ملیت افغانی بود داشتن یعنی در واقع مغزوب واقع شدن در نگاه جامعه غربی. و متاسفانه تو که عرض کردم بیسوادی و ناآگاهی اجتماعی در بین این قشر، این طیف سنی بیداد میکنه. ما بسیار درصد کمی را داریم. شما مثلا فرض کن در دانمارک چقدر افغان زندگی میکنه، کسی بلد هست؟ چند هزار نفر مثلا. آقای سلطان زاده شما بلدی؟ چقدر؟ 7200. از بین 7200 چقدر جوان هست؟ حداقل 30% جوان هست دیگه. از این 30% شما چند تا محصل و دانشجو داری؟ بسیار کم است. در نروژ هم مسئله است. با همه امکانات تحصیلی فراوانی که در اینجا وجود داره. خب سستی در اعتقادات مذهبی و علایق ملی. خب حالا مدنی کار ندارم، نمیخوایم دیدی ارزشی داشته باشه. مثلا هر کس ربطی به خودش داره، مذهب داشتن، اعتقاد داشتن به دینی، به آیینی، به مذهبی مربوط به خودش میشه. اعتقاد داشته باشه نداشته باشه این بحثی جدای است. حالا من صرفا از دیدگاه جامعه شناسی به مثلا نگاه میکنم. سستی در اعتقادات یعنی اینکه این آدم در واقع دچار یک نوع خلا میشه، هیچ چیزی نداره که او از نظر عاطفی، از نظر ذهنی و از نظر روحی روانی و اجتماعی کامل بکنه و پشتبانش باشه. این است که دچار خلا اعتقادی میشه این آدم. چیز را به دست نمیاره اما در عوضش چیز را دست داده. و پیامد دیگهش رویاوری با کارهای بسیار مشاغل پست اجتماعی. شما بسیار کم میبینید که جوانایی را که مثلا فرض کنید که در اداره کار بکنن، در بانک کار بکنن، در شرکت های مثلا تولیدی مدیر باشه، بسیار کم میبینید. اکثرا یعنی 80-90% این جوانان اگر شاغل هم هستند، مشاغلی پستی مثل موترشویی، نمیدونم واسکدری و نمیدونم از این چیز هاست، پیزاگری اینا هست. البته شغل به ماهیت خودش محترم هست. ما نمیتونیم شغل را طبقه بندی بکنیم از نظر ارزشی که فلان شغل مایه مثلا پستی انسان هاست. ولی فرصت های شغلی که هست به عنوان یک ارزش مطرح هست. مثلا شما اگر فرض کن در یک اداره کار بکنی، هم راحت تری و هم از امتیازات بیشتری برخوردار میشی. چشمت من.
و نسل سوم، خب نسل سوم شامل کودکان میشه، یعنی از سنین 0 تا 15 سالگی که اینها انطباق فعال دارن در مدرسه، در کودکستان، در محیط اجتماعی، در بین همبازی ها، در بین جامعه جذب میشه، با فرهنگ جامعه آشنا میشه، درس میخونه و به صورت طبیعی چون فرهنگ غالب هست، روابط اجتماعی غالب است، نظام اجتماعی مسلط هست، اینها خود به خود انطباق فعال میشه. این جای امیدواری هست، اما مشکل در چی هست؟ مشکل به نظر ما این است که اولا همونطور که عرض کردم در اولای بحث‌های گذشته، چون اینها با فرهنگ جدیدی که کاملا با فرهنگ ما و ارزش‌های ما ناهمخوان است آشنا میشه و تربیت میشه، نوعی مشکل در درون خانواده ها پیدا میکنیم. مثلا یک جوان میخواد بره مثلا فرض کنید یک سیاه‌پوست را باش ازدواج بکنه، یک دختر میخواد مثلا یک دوست پسر نروژی یا دانمارکی بگیره. برای ما، برای فرهنگ ما این کشنده است، این قتل است، این بدعت بسیار بزرگی است. در اون جامعه کلان شده، این فرهنگ کلان شده، برایش بسیار چیز عادی است، اما برای ما قابل پذیرش نیست. اینه که تعارض در درون خانواده ها ایجاد میکنه. ما متاسفانه اگر دقت بکنیم در آینده های نه چندان دور، ماهایی که خانواده داریم، زن فرزند داریم، با این معضلات و این بحران به نظر من مواجه هستیم اگر درک درستی و فهم دقیقی از مسئله اینتگریشن و زندگی در جوامع غربی نداشته باشیم. این یک معضل بسیار بزرگی هست. به هر حال فکر میکنم که حالا برای که بازم اخطار نگیرم، بحث را خلاصه میکنم و نتیجه میخواییم بگیرم که انجمنهایی مثل انجمن کاتب نقشش چی هست؟ به نظر من یکی از موارد مهم و مسئولیت ها و تعهد مهم اجتماعی این انجمن ها باید در نظر گرفتن بحث انتگریشن باشه، یعنی جامعه را با حقوقش آشنا بکنه. مخصوصا منظورم مخاطبش باید حتما خانواده و بزرگسالا باشه، ما را با حقوق ما آشنا بکنه، ما را با وظایف ما آشنا بکنه، روند آشنایی و تعامل ما را با جامعه مقیم فراهم بسازه، و البته خب این با روش های مختلف امکان پذیر هست که بحث بسیار درازی مطلبه و طبعا جداگانه ای که باید مورد توجه و دقت قرار داده شود. خب البته کودکان و جوانان هم باید مورد مخاطب باشه، اما من فکر میکنم که بحث انتگراسیون از زاویه این انجمنها باید بسیار جدی و به عنوان یک هدف اولیه مطرح باشه. متاسفانه رسم غالب این است که ما انجمن که میسازیم بیاییم مثلا فرض کن چند تا سخنرانی سیاسی را میندازیم، چند تا مثلا سالگرد را میندازیم، فلان قمندان را تجلیل میکنیم، یا اوضاع سیاسی افغانستان را بحث میکنیم. من و تو در اوضاع افغانستان تأثیری نداریم. دو تا سخنرانی که ما اینجا میکنیم چی تأثیری در وضعیت کلی افغانستان داره؟ وضعیت افغانستان فراتر از این هست، دست های بزرگتر و قدرتمندتر از این است که اون را اصلاح بکنه. شما که در این جامعه زندگی میکنی باید به فکر خودت و نسل های اینجایی باشی. اگر تو مثلا 3 فرزند را مثل حاجی صاحب دانشگاه بفرستی، تو خدمت بزرگی برای افغانستان کردی. 4 سخنرانی شما برگزار میکنی درد رو دوا نمیکنه. بنابراین من امیدوار هستم که این انجمن و سایر انجمن های افغان ها بحث انتگریشن را به عنوان یک معضل اجتماعی و ما به عنوان یک شهروند در این جامعه زندگی میکنیم جدی بگیره، که در آینده ای نچندان دور ما اگر این بحث را جدی نگیریم، این موضوع را واقعا برای خودمون حلاجی نکنیم، یک راه حلی براش نیابیم، دوچار معضلات خانوادگی، روانی و اجتماعی فراوان میشیم. امیدوارم که انشالله این انجمن بتواند به این مهم بپردازه. و سلام.